و خیلی خوشحال خواهم شد که همین سوال شما رو که نوروز تداعیگر چه چیزی هست از سارای عزیز بپرسم. سلام به تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن، همینطور همه همکاران عزیزم. منم خیلی خوشحالم که تو جمع همه شما هستم و نوروز رو تبریک میگم، نوروز مبارک، و امیدوارم که تمام پارسی زبان ها در تمام دنیا، چه در ایران و چه در هر جای دنیا که زندگی میکنن، در سال 1401 همیشه مانا، خندان و رقصان باشن و همیشه سلامت باشن. و امیدوارم که این شرایطی که تو این چند سال اخیر، مثلا تو این دو سال اخیر که به وجود اومد که به خاطر شرایط بیماری دیدن ها کمتر شد و نتونستیم همدیگر رو به درستی ببینیم، دوباره برگردیم به همون دوران قبل و قدیم، دوباره با دید و بازدیدها انجام بشه. برای من نوروز و عید تداعیگر اینه که ما وقتی از بچگی همیشه مادرم ما رو میبرد خونه مادر بزرگ پدر بزرگم، یعنی ما نوروزا خونه مادر بزرگ پدر بزرگم جمع میشدیم و همیشه از دو ماه قبل خونه ها گردگیری میشد، چون خانوادم خیلی به این رسم خیلی خیلی اعتقاد داشتم و خیلی قبلش خیلی کارهای زیادی انجام میدادیم تا به مراسم عید نوروز برسیم. خونه باید گردگیری می شد، باید حتما همه لباس های نو خریداری می شد، باید پول نو تهیه می شد و خیلی، یعنی تا برسیم به نوز مادرم همیشه خودش سبزه رو می ریخت و این اتفاق خیلی زیاد می افتاد و خیلی کارهای قشنگی انجام می شد. برای من هم تداعیگر زیبایی ها، عاشق بودن ها، عشق ها بود و همیشه وقتی که توی مراسم نوروز دور هم جمع می شدیم، پدر بزرگم از لای قرآن ما پول هدیه می داد و همیشه برای من تداعیگر زیبایی ها، قشنگی ها و تازه شدن ها بود. و من آرزو دارم که همه در این سال جدید خوش و خرم باشند و سلامت. منم یه شعر از حافظ براتون می خونم که همیشه توی نوروزهای ما خونده میشه. نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی.